معجزات قرآن. خداوند متعال 14 قرن پیش قرآن را به عنوان کتابی برای راهنمایی انسان‌ها فرو فرستاد. او مردم را به پیروی از این کتاب فرا خواند تا به راستی و درستی رهنمون شوند. کتابی که از اولین روز وحی تا روز قضا یگان راهنمای انسانیت خواهد ماند. سبک بی‌نظیر قرآن و حکمت برتر موجود در آن مدرک آشکاری است بر الهی بودن آن. به علاوه قرآن خصوصیات اعجاب‌آمیزی دارد که اثبات می‌کند وحی و کلام خداوند سبحان است. یکی از این خصوصیات این حقیقت است که تعدادی از واقعیات علمی که ما تنها از طریق تکنولوژی قرن بیستم توانستیم کشف کنیم حدود 1400 سال پیش در قرآن عنوان شده است. البته قرآن کتاب علمی نیست. با این وجود بسیاری از حقایق علمی که به روش بسیار مختصر و عمیق در آیات آن آمده اند امروزه با تکنولوژی قرن بیستم کشف شده‌اند. این حقایق در زمان نزول قرآن برای مردم ناشناخته بود و این مطلب باز هم نشانه‌ای بر اینکه قرآن کلام خداوند بزرگ است. به منظور درک اعجاز علمی قرآن ابتدا باید به سطح علم در زمان نزول این کتاب مقدس نگاه بیاندازیم. در قرن هفتم وقتی قرآن کریم نازل شد جامعه عرب اعتقادات خرافی و بی اساس فراوانی درباره واقعیت‌ها و موضوعات علمی داشت. به خاطر نبود فناوری برای بررسی جهان هستی و طبیعت، اعراب اولیه به افسانه‌های بعث رسیده از نسل‌های گذشته معتقد بودند. مثلا آنها تصور می‌کردند که کوه‌ها آسمان را بالا نگه داشتند. فکر می‌کردند که زمین مسطح است و کوه‌های بلندی در حد و سر آن وجود دارند. همچون ستون‌های طاق بلند بالای آسمان را حفظ می‌کنند. در هر صورت تمامی این عقاید خرافی جامعه عرب توسط قرآن رد شد. در آیه دوم سوره رعد آمده است: خداوند کسی است که آسمانها را بدون هیچ ستونی که ببینند برافراشته است. این آیه این اعتقاد که آسمان به علت وجود کوه‌ها در بالا میماند را از اعتبار ساقط می‌کند. در بسیاری از موضوعات دیگر حقایق مهم آن هم در زمانی که هیچ کس نمی‌توانست آنها را دریابد و اشکند. قرآن در زمانی نازل شد که مردم در مورد نجوم، علم فیزیک یا بیولوژی اطلاعات بسیار ناچیزی داشتند و این کتاب عقاید کلیدی درباره موضوعات مختلفی از قبیل خلقت جهان هستی، خلقت بشر، ساختار جو و تعادلات ظریفی که حیات بر روی زمین را ممکن می‌سازد در بر می‌گیرد. اکنون شایسته است با هم نگاهی به برخی از این معجزات وحی شده در قرآن داشته باشیم. معجزات علمی قرآن. پیدایش جهان هستی. در آغاز جهان در قرآن توصیف می‌گردد: او پدید آورنده آسمان‌ها و زمین است. اطلاعات ارائه شده در قرآن با یافته‌های قطعی علم معاصر کاملاً مطابقت دارد. نتیجه که فیزیک کیهانی امروزه بدان دست یافته آن است که هستی روی هم با ابعاد ماده و زمان در نتیجه یک انفجار عظیم
که در پی زمان رخ داده به وجود آمده است. این حادثه انفجار بزرگ نامیده شده و با توجه به آن جهان در نتیجه انفجار یک نقطه واحد از عدم پدید آمد. مجامع علمی مدر موافق هستند که در حال حاضر انفجار بزرگ تنها توضیح منطقی و قابل اثبات برای آغاز جهان هستی و چگونگی پیدایش جهان است. پیش از انفجار بزرگ هیچ چیزی به صورت ماده وجود نداشت و جهان از یک وضعیت عدم وجود که در آن نه ماده نه انرژی و نه تا زمان وجود داشته پدید آمده و این وضعیت تنها به صورت ماوراءطبیعی قابل توصیف است. ماده، انرژی و زمان همگی بدون سابقه قبلی خلق شده. این حقیقت که اخیراً از طریق علم فیزیک مدرن کشف شد 1400 سال قبل در قرآن به ما اعلام شده بود. گسترش جهان. در قرآن که 14 قرن پیش در زمانی نازل شد که علم نجوم هنوز در ابتدای راه بود، توسعه جهان این چنین توصیف شده است: و ما آسمان را با خود را بنا نهادیم و همچنان آن را گسترش خواهیم داد. کلمه آسمان که در این آیه آمده در آیات مختلف قرآن به مفهوم فضا و جهان به کار رفته است. در اینجا باز همین کلمه به همین مفهوم به کار می رود. در ادامه آن بیان می شود که جهان توسعه می یابد و این همان نتیجه است که علم امروزه به آن رسیده است. تا آغاز قرن بیستم تنها دیدگاه رایج در جهان علم آن بود که جهان هستی ماهیت ثابتی دارد، در زمان لایتناهی وجود داشت. تحقیق، مشاهدات و محاسبات صورت گرفته به وسیله فناوری مدرن نشان دادند که در هر صورت جهان آغازی داشته و دائما توسعه یابد. در آغاز قرن بیستم فیزیکدان روسی الکساندر فرایدمن و کیهانشناس بلژیکی جورج دیمیتر به طور نظری محاسبه کردند که جهان در تغییر دائم و در حال توسعه است. به واسطه این حقیقت اطلاعات مشاهده شده در سال 1929 نیز اثبات کردید. هنگام که ادوین هاول، ستاره شناس آمریکایی، با یک تلسکوپ آسمان را مشاهده می کرد، دریافت که ستارگان و کهکشان‌ها دائما در حال دور شدن از یکدیگر است. جهانی که در آن همه چیز دائما از هم دور می‌شوند، بر جهانی دلالت داشت که دائما توسعه می‌یابد. مشاهدات صورت گرفته در سال‌های بعد تأیید کرد که جهان هستی دائما در حال توسعه است. این حقیقت موقعی در قرآن شرح داده شد که هنوز برای همه ناشناخته بود، چرا که قرآن کلام خداوند خالق و فرمان روای کل عالم است. مدارها. در هنگام اشاره به خورشید و ماه در قرآن تأکید می شود در یک مدار معین حرکت می کنند. او آن خدایی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید و آنها در مدار فلکی خود سیر می کنند و شناورند. خورشید به قرارگاه خود روان است. این نظم و قدرت خدای عزیز دانا.
این حقایق بیان شده در قرآن کریم در عصر ما از طریق مشاهدات نجومی کشف شده‌اند. بر طبق محاسبات متخصصان ستاره شناسی، خورشید با سرعت 720 هزار کیلومتر در ساعت در جهت ستاره نصر ثابت در مداری خاص به نام رأس خورشیدی در حرکت است. این بدان معناست که خورشید تقریباً 17 میلیون و 280 هزار کیلومتر در روز حرکت می کند. همراه با خورشید همه سیارات و اقمار درون سیستم گرانشی خورشید نیز همین مسافت را می پیمایند. علاوه همه ستارگان در عالم در حرکت طراحی شده مشابهی می باشند. اینکه کل عالم از راه‌ها و مدارهایی مانند این مورد پر باشد را می توان از این آیه برداشت کرد: سوگند به آسمانی که دارای راه‌های نیکوست. در حدود 100 میلیارد کهکشان در عالم وجود دارد که در هر یک تقریباً 100 میلیارد ستاره موجود است. بیشترین ستارگان سیاراتی دارند و بیشتران سیارات دارای قمر می باشند. تمام این اجرام آسمانی در مدارهای دقیقاً محاسبه شده‌ای در حرکتند. در هر یک از آنها برای میلیون‌ها سال در امتداد مدار خود با نظم و هماهنگی کامل با اجرام دیگر شناور بوده است. از این گذشته چندین ستاره دنباله‌دار نیز در امتداد مدارهایی که برای آنها معین شده حرکت می‌کنند. مدارهای موجود در عالم فقط به اجرام سماوی تعلق ندارند. کهکشان‌ها نیز با سرعت‌های فوق‌العاده در مدارهای حساب شده سیر. در طول مدت این حرکات هیچ یک از این اجرام سماوی مسیر دیگری را قطع نمی‌کند یا با دیگری برخورد نمی‌نماید. یقیناً در زمانی که قرآن نازل شد، انسان تلسکوپ‌های امروزی یا فناوری پیشرفته مشاهده فضا از نزدیک یا دانش علم فیزیک مدرن یا ستاره‌شناسی را در اختیار نداشت. لذا در آن موقع تعیین آن که از نظر علمی فضا پر از راه‌ها و مدارها می‌باشد، آنطور که از این آیه برداشت می‌شود، ممکن نبود. با این وجود چنین مطلبی علناً در قرآن که در آن زمان وحی شد برای ما بازگو گردید، چون قرآن کریم کلام خداوند است. سقف محفوظ. در قرآن خداوند توجه ما را به یک ویژگی بسیار جالب آسمان جلب می کند. با آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم و آنها کافران از نشانه هایش روی گردانند. این ویژگی آسمان از طریق پژوهش های علمی انجام شده در قرن بیستم اثبات شده است. جو اطراف زمین اعمال حیاتی را برای ادامه زندگی انجام می‌دهد. اگر چندین شهاب بزرگ و کوچک ویرانگر به زمین برسند، جو آنها را از افتادن بر روی زمین و صدمه زدن به موجودات زنده باز می‌دارد. علاوه جو زمین اشعه نور را که از فضا می آید برای موجودات زنده مضر است تصفیه می کند. جالب است که اتمسفر فقط اشعه بی ضرر و مفید را عبور می دهد و نور قابل رؤیت، نور نزدیک فرابنفش و امواج رادیویی از آن می گذرند. کل این تششعات برای زندگی حیاتی است. اشعه نزدیک فرابنفش که فقط بخشی از آن از جو عبور داده می شود،
برای فتوسنتز گیاهان و تمامی موجودات زنده بسیار مهم است. بیشتر اشعه فرابنفش ساطع شده از خورشید به وسیله لایه اوزون جو تصفیه می شود و تنها یک بخش محدود و لازم طیف فرابنفش به زمین می رسد. عمل محافظتی جو در همین جا پایان نمی یابد. اتمسفر زمین را از یخ زدن در سرمای فضا که در حدود 270 درجه سانتیگراد است حفظ می نماید. تنها اتمسفر نیست که زمین را از اثرات زیان‌آور حفظ می کند. علاوه بر اتمسفر، کمربند تابشی ون آلن که لایه ایجاد شده از طریق میدان مغناطیسی زمین است نیز مانند حفاظی در برابر تشعشع مضری که سیاره ما را تهدید می کند انجام وظیفه می نماید. این اشعه که دائما از خورشید و دیگر ستارگان ساطع می گردد برای موجودات زنده مرگ‌آور است. اگر کمربند ون آلن وجود نداشت، طغیان‌های عظیم انرژی به نام انفجارات خورشیدی که دائما در خورشید به وقوع می‌پیوندد، حیات را در روی زمین کاملا نابود می‌کرد. انرژی گسیل شده تنها در یکی از این انفجارها که در سال‌های اخیر کشف شده و محاسبه گردیده، معادل 100 میلیارد بمب اتمی، شبیه به همان بمبی که در هیروشیما افتاد می‌باشد. ۵۸ ساعت پس از انفجار مشاهده شد که عقربه‌های مغناطیسی قطب نماها حرکاتی غیرعادی نشان دادند و 250 کیلومتر بالاتر از اتمسفر زمین دما ناگهان تا 2500 درجه سانتیگراد افزایش یافت. به طور خلاصه یک سیستم کامل بالاتر از زمین در کار است. این سیستم دنیای ما را احاطه کرده و آن را در برابر تهدیدات بیرونی حفظ می نماید. دانشمندان به تازگی درباره مطلب چیزهای آموختند، در حالی که قرنها پیش خداوند ما را در قرآن در مورد این که اتمسفر جهان به عنوان یک لایه محافظتی عمل می کند مطلع گرداند. آسمان بازگردنده. از آیه 11 سوره طارق در قرآن کریم می توان عمل بازگشت کنندگی آسمان را برداشت کرد. سوگند به آسمان بازگردنده. عبارت ذات و رج در ترجمه های قرآن کریم مفاهیمی چون پس فرستادن یا بازگشت دهندگی را نیز داراست. همانطور که می دانیم جو اطراف زمین از لایه های زیادی تشکیل شده است. هر لایه نقش مهمی در جهت ادامه حیات ایفا می کند. تحقیق نشان داده است که این لایه ها وظیفه بازگرداندن مواد یا امواجی را که در معرض بازگشت به فضا یا بازگشت به زمین هستند دارا می باشند. اکنون بهتر است با چند مثال درباره وظیفه بازگردانی لایه های اطراف زمین این مطلب را بررسی کنیم. تروپوسفر در 6 تا 10 کیلومتری بالای سطح زمین آب را قادر می سازد تا از سطح زمین بالا رود و فشرده و متراکم شده به صورت باران به زمین برگردد. لایه اوزون در ارتفاع 25 کیلومتری تشعشع مضر و نور فرابنفشی را که از فضا می آید منعکس کرده هر دو را به فضا باز می گرداند. یونسفر امواج رادیویی منتشر شده از زمین را به بخش های مختلف جهان منعکس می کند، درست مانند یک ماهواره ساکن انتقال دهنده امواج، و به همین نحو ارتباط بی سیم و پخش برنامه های رادیو تلویزیونی را در مسافت های طولانی ممکن می سازد. این حقیقت درباره خصوصیات لایه های اتمسفر که اخیراً اثبات شده قرنها پیش در قرآن آمده و بار دیگر نشان می‌دهد که قرآن کلام خداوند است. عمل کرده کوه‌ها.
توجه را به عملکرد بسیار مهم کوه‌ها جلب می‌کند. و در زمین کوه‌های ثابت با سوار را نهادیم تا شما را نلرزاند. همانطور که دیدیم در این آیه اظهار می‌شود که کوه‌ها دارای وظیفه بازداشتن لرزه‌ها در زمین است. این حقیقت در زمانی که قرآن نازل شد هنوز کشف نشده بود و در واقع به تازگی در نتیجه یافته‌های زمین‌شناسی مدرن به اطلاع همگان رسیده است. طبق این یافته‌ها کوه‌ها به خاطر حرکات و برخوردهای صفحات عظیم تشکیل دهنده پوسته زمین به وجود می‌آیند. وقتی که دو صفحه برخورد می‌کنند، صفحه مستحکم‌تر به زیر دیگری می‌لغزد و صفحه فوقانی خم شده ارتفاعات و کوه‌ها را پدید می‌آورد. لایه زیرین در زیر زمین پیش می‌رود و گسترش عمیقی را به طرف پایین ایجاد می‌کند. این بدان معناست که کوه‌ها یک قسمت گسترش یابنده به سمت پایین دارند که به اندازه بخش‌های قابل رؤیت آنها بر روی سطح زمین بزرگ است. از دریچه علم ساختار کوه‌ها به این شرح توصیف می‌شود. جایی که قاره‌ها ضخیم‌تر باشند، مثلا در دامن‌های کوه، پوسته بیشتر در عمق جبه فرو می‌رود. در آیه دیگری این نقش کوه‌ها از طریق مقایسه با میخ‌ها قابل درک است. آیا ما زمین را مهد آسایش خلق نکردیم و کوه‌ها را ستون و میخ‌های زمین و نگهبان آن قرار ندادیم؟ به عبارت دیگر، کوه‌ها از طریق توسعه یافتن در بالا و پایین سطح زمین در نقاط اتصال صفحات سطحی آنها را در پوسته زمین به دیگر می فشارند. به این طریق آنها پوسته زمین را ثابت می کنند و آن را از رانده شدن به چینه گدازه یا مابین صفحات آن باز می دارند. به طور خلاصه می توان کوه‌ها را به میخ‌هایی تشبیه کرد که قطعات چوب را متصل به دیگر نگه می دارند. این عمل ثابت کردن کوه‌ها در نوشته‌های علمی با عبارت ایزوسیستی توصیف می‌گردد. تعادل کلی در پوسته زمین که از طریق جریان قابل انعطاف مواد سخت در زیر پوسته و تحت فشار گرانشی حفظ شده باشد. حرکت کوه‌ها. با توجه به یکی از آیات قرآن در میابیم که کوه‌ها آنطور که به نظر می‌رسند بی حرکت نیستند و حرکت پیوسته‌ای دارند. و کوه‌ها را بینی و پنداری که ساکنند، ولی مانند ابر در حرکتند. این آفرینش خدایی است که همه چیز را به کمال رسانده و بر کارهایتان آگاه است. این حرکت کوه‌ها به واسطه جنبش پوسته زمینی که روی آن قرار گرفته‌اند ایجاد می‌شود. پوسته زمین روی لایه جبه که متراکم‌تر است شناور می‌باشد. در آغاز قرن بیستم بود که برای نخستین بار در تاریخ یک دانشمند آلمانی به نام آلفرد وگنر فرضیه عنوان کرد، مبنی بر اینکه در ابتدای تشکیل زمین قاره‌های آن به همدیگر متصل بودند، اما بعد به جهات مختلف رانده شدند و به این ترتیب چون از یکدیگر دور می شدند جدا گردیدند. زمینشناسان در دهه 1980، 50 سال پس از مرگ وگنر، دریافتند که او درست می گفت. در نتیجه تحقیق زمینشناسی انجام شده در آغاز قرن بیستم، این حرکت پوسته زمین کشف شد و اکنون به این شرح توسط دانشمندان توضیح داده می شود. پوسته و بالاترین قسمت جبه با ضخامتی در حدود 100 کیلومتر به قطعاتی به نام صفحه تقسیم می شوند. 6 صفحه اصلی و چند صفحه کوچک وجود دارد و طبق نظریه به نام صفحات تکتونیک، این صفحات روی زمین حرکت می کنند و قاره ها و کف اقیانوس را با خود حمل می کنند. حرکت قاره ای از 1 تا 5 سانتی متر در هر سال اندازه‌گیری شده است. وقتی که صفحات به حرکت ادامه می دهند،
این امر تغییر کندی را در جغرافیای زمین به وجود می آورد. مثلا هر سال اقیانوس اطلس کمی عریض‌تر می شود. در اینجا نکته بسیار مهمی وجود دارد که باید عنوان شود. خداوند به حرکت کوه‌ها به صورت یک عمل رانشی در این آیه اشاره کرده است. امروزه دانشمندان نوین هم اصطلاح رانش قاره‌ای را برای این حرکت به کار می‌برند. بیشک این یکی از معجزات قرآن کریم است. این حقیقت علمی کشف شده در قرن حاضر در آن اعلام شده است. شگفتی آهن. آهن یکی از عناصر تأکید شده در قرآن کریم است. در سوره حدید به معنای آهن ما آگاه می شویم که و آهن را که نیروی شدید و منافع بسیاری در آن است فرو فرستادیم. کلمه انزدنا که مخصوصاً برای آهن در این آیه به کار رفته به صورت مفهومی استعاری در نظر گرفته می شود که توضیح می دهد آهن برای نفع رساندن به مردم عطا شده است. اگر معنی اصلی کلمه را نیز در نظر بگیریم، یعنی به طور فیزیکی از آسمان فرستاده شدن، در می یابیم که معجزه علمی بسیار مهمی از این آیه برداشت می شود. این امر بدان علت است که یافته‌های ستاره شناسی نوین نشان داده که آهن موجود در زمین ما از ستارگان عظیم الجثه فضای بیرونی آمده است. برزات سنگین جهان در هستی ستاره‌های بزرگ تولید می‌شوند و سیستم خورشیدی ما ساختار مناسبی برای تولید آهن در خود ندارد. آهن صرفاً در ستاره‌های بسیار بزرگتر از خورشید که دما در آنها به چند صد میلیون درجه می‌رسد تولید می‌شود. وقتی که میزان آهن از یک سطح معینی در یک ستاره تجاوز کرد، این ستاره که بیش از این نمی‌تواند آن را نگه دارد، در انجام به صورت یک نو اختر یا یک ابر نو اختر درآمده منفجر می‌گردد. در نتیجه این انفجار شهاب سنگ‌های دارای آهن در اطراف جهان پراکنده می‌شوند و در خلا حرکت می کنند تا آنجا که به وسیله نیروی گرانشی اجرام آسمانی جذب شوند. کلی این مطلب نشان می دهد که آهن روی زمین تشکیل نمی شود، بلکه از سوی ستارگان منفجر شده در فضا از طریق شهاب ها هم شده به زمین فرستاده می شود. و از این آگه نیز می توان این مطلب را برداشت کرد. روشن است که این حقیقت در بیش از 1400 سال وقتی که قرآن فرستاده شد از نظر علمی کشف نشده بود. به علاوه در آیه 25 سوره الحدید که به آهن اشاره می شود دارای دو کد ریاضی می باشد. سوره الحدید سوره 57 قرآن کریم است و اگر حروف این کلمه را با حروف ابجد به عدد تبدیل کنیم همان عدد 57 به دست می آید. و دوم این که کلمه حدید به تنهایی در حروف ابجد 26 می باشد و این همان عدد اتمی آهن در جدول عناصر مندلیف است. تناسب باران. همان خدایی که از آسمان به اندازه معینی آب فرو فرستاد و به وسیله آن سرزمین‌های مرده را زنده ساختیم، این چنین هم شما از قبرها بیرون خواهید آمد. امروز مقدار معین بارش باران به وسیله تحقیق نوین اندازه‌گیری شده است. تخمین زده می شود که در هر ثانیه تقریباً
16 میلیون تن آب از زمین تبخیر می شود. این رقم به 513 تریلیون تن آب در یک سال می رسد. این عدد معادل میزان بارانی است که در هر سال بر زمین می بارد. این بدان معناست که آب به یک اندازه دائما در یک چرخه متعادل می گردد. حیات بر روی زمین به این چرخه آب بستگی دارد. حتی اگر انسان ها کل فناوری موجود در جهان را به کار می بردند، قادر به بازسازی این چرخه به طور مصنوعی نبودند. حتی یک انحراف کوچک در این تعادل خیلی زود یک عدم تعادل عظیم زیست محیطی را پدید می آورد که حیات را بر روی زمین خاتمه می بخشید. با این وجود چنین امری هرگز رخ نمی دهد. باران هر سال همان میزان دقیقی که در قرآن بدان اشاره شده به باریدن ادامه می دهد. مخلوط نشدن دریاها با یکدیگر. یکی از ویژگی های دریاها که اخیراً کشف شده است از این آیه برداشت می شود. دو دریا را که با هم تفاوت های دارند به هم متصل کرد. بین آن دو فاصله است و به یکدیگر تجاوز نمی کنند. این ویژگی دریاها که به هم می رسند اما اصلا در یکدیگر نمی آمیزند به تازگی توسط اقیانوس شناسان کشف شده است. به علت نیروی فیزیکی به نام کشش سطحی آبها در همسایگی دریاها مخلوط نمی شوند. به خاطر تفاوت در غلظت آبهای دو دریا کشش سطحی آنها را از درامیختن در یکدیگر باز می دارد. درست انگار که دیوار باریکی بین آنها باشد. نکته جالبی مطلب آن است که در طول مدتی که مردم هیچ بهره ای از علم فیزیک کشش سطحی یا اقیانوس شناسی نداشتند این امر در قرآن آمده است. جنسیت کودک. تا چندی پیش تصور می شد که جنسیتی کودک از طریق سلول‌های مادر تعیین می شود، یا دست کم عقیده بر این بود که جنسیت به وسیله سلول‌های نر و ماده با هم دیگر معین می گردد. اما در قرآن اطلاعات متفاوتی به ما ارائه می شود که در آن بیان می گردد که مؤنث یا مذکر بودن از یک قطره اسپرم که جهیده شود به وجود می آید. او خلق را برای انسان با هم جفت نر و ماده آفریده است، از نطفه ای که از مردان به رحم زنان می ریزد. پیشرفت اصول علم ژنتیک و بیولوژی مولکولی از نظر علمی صحت این اطلاعات ارائه شده قرآن را تایید کردند. اکنون قابل درک است که جنسیت به وسیله سلول های اسپرم مرد تعیین می شود و زن ماده هیچ نقشی در این فرایند ندارد. کروموزوم ها عوامل اصلی در تعیین جنسیت هستند. دو تا از 46 کروموزوم که ساختار انسان را تعیین می نماید به عنوان کروموزوم های جنسیت مشخص می شود. این دو کروموزوم در مردان XY و در زنان XX نامیده می شود. به علت اشکال کروموزوم ها این حروف به آنها اطلاق می گردد. کروموزوم Y ژن هایی را در خود دارد که نرینگی را مشخص می کند، در حالی که کروموزوم X جنهایی را دارند که مادینگی را معین می نمایند. چکگیری یک انسان جدید با ترکیب ضرب در یکی از این کروموزوم ها آغاز می گردد که در مردان و زنان به صورت جفت وجود دارد. در مؤنث ها هر دو جزء سلول جنسیت که در طول تخمک گذاری به دو تقسیم می شود کروموزوم های X را در خود دارد. سلول جنسی یک مرد از سوی دیگر دو نوع متفاوت اسپرم را تولید می‌کند، یکی که شامل کروموزوم‌های X و دیگری کروموزوم‌های Y است.
اگر یک کروموزوم ایکس از مؤنث با یک اسپرم که دارای یک کروموزوم ایکس است ترکیب شود، بچه مؤنث می شود. چنانچه با اسپرم که دارای کروموزوم وای است جوب شود، بچه مذکر است. به عبارت دیگر، جنسیت یک بچه از آن طریق که کروموزوم مذکر با تخمک مؤنث جفت می شود تعیین می گردد. هیچ یک از این مطالب تا کشف علم ژنتیک در قرن بیستم شناخته نشده بود. در واقع در جوامع مختلف باور بر این بود که جنسیت یک بچه از طریق بدن مؤنث معین می شود. به همین دلیل بود که وقتی که زنان دختر به دنیا می آوردن مورد سرزنش قرار می گرفتن. 13 قرن پیش از آن که جنهای انسان کشف شود، در هر صورت قرآن اطلاعاتی را آشکار نمود به این خرافات را انکار کرد و به این مطلب اشاره کرد که مبدع جنسیت با زنان نیست، بلکه با نطفه ایست که از مردان می آید. چنانچه به بررسی حقایقی که در قرآن کریم درباره شکل‌گیری انسان به ما اعلام شده ادامه بدهیم، باز هم با معجزات علمی بسیار مهمی مواجه می شویم. وقتی که اسپرم مذکر با تخمک مؤنث جفت شود، ماهیت بچه‌ای که قرار است متولد شود تشکیل می گردد. این تکسلول که در بیولوژی به زیگوت تخم بارور معروف است، فوراً شروع به بازسازی از طریق تقسیم شدن کرده و سرانجام به تکه گوشت به نام جنین مبدل می شود. یقیناً این امر فقط توسط انسان‌ها با کمک میکروسکوپ قابل رؤیت می باشد. برحال جنین دوره رشدش را در خلاء سپری نمی کند و درست مانند ریشه هایی که وسیله پیچک هایشان به زمین کاملا ثابت شده اند به رحم می چسبند. از طریق این پیوند جنین می تواند مواد ضروری برای پرورش خود را از جسم مادر بگیرد. اینجا در این نکته معجزه بسیار مهمی از قرآن کریم آشکار می گردد. هنگام اشاره به پرورش جنین در رحم مادر، خداوند در قرآن کلمه علق را به کار می برد. قرآن را به نام پروردگارت که خدایی آفریننده یارم است بر خلق قرائت کن، آن خدایی که آدمی را از خون بسته بیافرید. بخوان قرآن را و بدان که پروردگار تو کریم ترین کریمان است. مفهوم واژه علق به عربی چیزی است که به مکانی میچسبد. این کلمه از نظر ادبی برای تشریح زادوهایی به کار می رود که برای مکیدن خون به بدن میچسبند. یقیناً کاربرد چنین کلمه متناسبی برای پرورش جنین در رحم مادر بار دیگر اثبات می کند که قرآن الهامی از سوی خداوند مالک همه جهانها. پیچیدن ماهیچه ها دور استخوان ها. جنبه مهم دیگری از اطلاعات ارائه شده در آیات قرآن کریم مراحل رشد یک انسان در رحم مادر است. در این آیات بیان می شود که در رحم مادر ابتدا استخوان ها به وجود می آیند و بعد ماهیچه ها که دور آنها پیچیده می شوند تشکیل می گردند. ما آنگاه او را نطفه گردانیده و در جای استوار قرار دادیم. آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوانها گوشت پوشاندیم. پس از آن خلقتی دیگر انشاء نمودیم. آفرین بر قدرت کامل بهترین آفرینندگان. جنین شناسی شاخه‌ای از علم است که رشد جنین را در رحم مادر بررسی می کند. تا همین اواخر جنین شناسان تصور می کردند که استخوان‌ها و ماهیچه های یک جنین در یک زمان رشد می نمایند. به همین دلیل به مدت طولانی برخی مردم ادعا می کردند که این آیات
در تضاد با علم بودند. اما تحقیقات پیشرفته میکروسکوپی اجرا شده از طریق برتری پیشرفت‌های تکنولوژی جدید مشخص کرده است که وحی قرآن کلمه به کلمه صحیح است. این مشاهدات در سطح میکروسکوپی نشان داد که رشد در درون رحم مادر درست به همان طریق روی می‌دهد که در این آیات توصیف می‌شود. ابتدا بافت قضروفی جنین استخوانی می‌شود. بعد سلول‌های ماهیچه‌ای که از بین بافت دور استخوان‌ها انتخاب می‌شوند جمع می‌گردند و دور استخوان‌ها را می‌پوشانند. این رویداد در یک کتاب علمی تحت عنوان شکل‌گیری نوزاد به این صورت آمده است. در طول هفته هفتم اسکلت در بدن پهن می شود و استخوان‌ها شکل‌های عادی خود را می گیرند. در پایان هفته هفتم و در طول هفته هشتم ماهیچه‌ها جاهایشان را دور فرم‌های استخوان تصاحب می کنند. به طور خلاصه مراحل رشد آدمی همانطور که در قرآن شرح داده شد در هماهنگی کامل با یافته‌های جنین‌شناسی نوین می‌باشد. سه مرحله بچه در رحم. در قرآن گفته می شود که انسان در فرایندی سه مرحله‌ای در رحم مادر خلق می شود. او شما را در باطن رحم مادران در سه تاریکی با تحولات گوناگون بدین خلقت زیبا بیافرید. این خداست پروردگار شما که سلطان ملک وجود است و هیچ خدایی جز او در عالم نیست. پس ای مشتکان از درگاه او به کجا می روید؟ این گونه که دریافت می شود در این آیه اشاره می شود که انسان در رحم مادر در سه مرحله جداگانه خلق می گردد. در واقع بیولوژی مدرن نشان داده است که رشد جنین شناسی بچه در سه ناحیه مجزا در رحم مادر رخ می دهد. امروزه در تمامی کتب درسی جنین شناسی بررسی شده و در هیئت‌های علمی پزشکی این موضوع به عنوان یک عامل دانش اصلی محسوب می شود. به عنوان مثال در جنین‌شناسی اصلی انسان در یک کتاب مرجع رشته جنین‌شناسی این حقیقت بدین شرح عنوان می‌گردد: زندگی در رحم سه مرحله دارد: پیشرویانی دو هفته و نیم اول، نطفه‌ای تا پایان هفته هشتم و جنینی از هفته هشتم تا زایمان. این مراحل به دوره‌های رشد یک بچه اشاره دارد. اطلاعات در مورد رشد در رحم مادر فقط پس از مشاهدات انجام گرفته از طریق وسایل پیشرفته مقدور گردید. با این وجود این قسمت از اطلاعات در آیات قرآن به طریقی اعجاب‌آمیز بیان می شود. این حقیقت که چنین اطلاعات مفصل و دقیق در قرآن زمانی ارائه شد که مردم اطلاعات ناچیزی درباره موضوعات پزشکی داشتند، گواه روشنی است که قرآن کلام انسان نیست بلکه کلام خداوند است. هویت در اثر انگشت. هنگامی که در قرآن عنوان می شود که بازگرداندن انسان به زندگی پس از مرگ آسان است، آثار انگشت انسان ها به طور خاص مورد تأکید قرار می گیرد. آیا انسان می پندارد که ما استخوان ها او را جمع نخواهیم کرد، بلکه ما قادریم که سرانگشتان او را باز آفریم؟ تأکید بر آثار انگشت دارای مفهوم بسیار ویژه‌ای است، به این دلیل که اثر انگشت هر کس منحصر به خودش است. هر شخصی که زنده است یا در این دنیا زندگی می‌کند، مجموعی از آثار انگشت منحصر به فرد دارد. به همین علت است که آثار انگشت
به عنوان مدرک بسیار مهم تشخیص هویت و ویژه صاحب آنها پذیرفته می شود و برای همین هدف در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. اما آنچه مهم است آن است که این خصوصیت آثار انگشت به تازگی در اواخر قرن 19 کشف شد. پیش از این زمان افراد آثار انگشت را به صورت منحنی‌های بدون اهمیت یا مفهوم ویژه‌ای در نظر می‌گرفتند. با این وجود در قرآن خداوند به اثر انگشت اشاره می‌کند که در آن زمان توجه مردم را جلب نکرده و امروز توجه ما به اهمیت آنها معطوف می‌شود، اهمیتی که سرانجام در این روزگار درک شد. نتیجه گیری. مطالبی که از نظر گذراندیم جملگی بیانگر این حقیقت آشکار است. قرآن کتابی است که با گذشت زمان بر صحت اخبار و اطلاعات بیان شده در آن خدشه‌ای وارد نمی شود. در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری در مورد آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. خداوند در قرآن می‌فرماید: آیا در قرآن نمی‌اندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند. نه تنها هیچ اختلافی در قرآن وجود ندارد، بلکه هر یک از اطلاعاتی که در بر دارد معجزه ای است از این کتاب الهی که روز بیشتر و بیشتر آشکار می‌شود. آن این وظیفه ما انسان هاست که به این کتاب الهی پایبند باشیم و آن را به عنوان کتاب راهنمای بشریت فراگیریم. خداوند می‌فرماید: و این کتاب را با خیر و برکت فرو فرستادیم، پس از آن پیروی کرده پرهیزکاری پیشه کنید تا مورد لطف خداوند فراگیریم.